بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علاقمندان نهاد گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمین نورین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. موضوع برنامه امروزی در ارتباط ترس خدا از دیدگاه قرآن کریم. اما قبل از آن یک پیام را می خوانم. بیننده ما نوشته کردند که نماز حاجت چی معنا و در کدام اوقات خوانده می شود. نماز حاجت برای رفع ضرورت انسانی پیامبر علیه السلام طریقه خواندن نماز حاجت را به ما تعلیم داده است. یعنی زمانی که یک مسلمان مشکل دارد، ضرورت برش پیش می شود، باید عریضه خود پیش کند. در دنیا هم نظام دنیا می خواهد وقتی که به پیش کسی می خواهی بروی ملاقات بکنی، یعنی راه های درستش تدبیر می گیری که باید این قسم هم عمل کنم، از این را بروم تا آسانتر وارد شوم و فرصت خوب برم مساعد شود، عریضه خود پیش کنم و رئیس جمهور امضا کند. پیامبر گرامی علیه السلام هم در ارتباط عرایض بندگان خدا طریقی به خصوصی را ارائه کردند. رسول الله علیه السلام همیشه در مشکلات می ماندند یا مشکلی برشان پیش می شد، اونها به خدا روی می آوردند. یگانه ذاتی که ضرورت انسان را رفع می سازد، مشکلات انسان را دور می سازد، او خداست. حالا طریقی پیش کردن عریضه را رسول الله علیه السلام بیان کرده. اصلا در قرآن کریم الله درس داده، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اینجا خدا یکتا کاملا طریقه بهبود بخشیدن وضعیت را و راه بیرون رفتن از مشکلات را، راه نجات از سختی ها را پروردگار در این آیه مبارک بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. مسلمانان عزیزی، شما به صبر و به نماز از خدایتان کمک بخواهید. به نماز و به صبر کمک بخواهید. زمانی که سختی ها شما را فرا میگیرد، عذاب ها شما را فرا میگیرد، باید انسان به خدا روی بیارد و طریقی روی آوردن به الله، طریقی دعا کردن به الله، طریقی از این که خدای یکتا عرض ما را بهتر بشنود و بهتر اجراءات کند و مورد قبول خود قرار بدهد، او را قرآن بیان کرده که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. مسلمانان در اوقات مصیبت، در اوقات سختی ها، در وقت مصیبت ها به صبر کمک بخواهید و به نماز کمک بخواهید. پیامبر علیه السلام با در نظر داشت همین آیه مبارک نماز حاجت ایجاد کردن، چون خدایش اونجا گفت که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه،
ای مسلمانان، شما در موقع ضرورت یا در موقع مصیبت و عذابها، سختیها، فقر، مرض، بصبر کمک بخواهین و به نماز کمک بخواهین. علما نشته می کنن که صبر به معنی از عمل کردن مخالف مقتضای انسان در وقت مصیبت. زمانی که یک انسان را مصیبت فرا میگیرد، مرض انسان را میگیرد، سختی انسان را میگیرد، عزیز انسان فوت میکند، اقارب انسان فوت میکند، دل انسان میشود که جیغ بکشد، دل انسان میشود که شکوه کند، دل انسان می شود که هر کسی را که ببیند برایش بگوید که به ما این مصیبت رسیده. اینمی خواستی قلب انسان است، چون انسان و خلق الانسان و ضعیف، انسان در اصل تشکلش ضعیف آفریده شده. وقتی که یک موجودی که ضعیف باشد به او مصیبت برسد، زیاد گریان می کند، زیاد ناله می کند. طفلکا را دیدین؟ طفلکا را ببینین با بسیار آسیبی کم زیاد گریان میکنن. محض که یک آسیبی بسیار کمی برش برسد، اینقدر جیغ میکشد، اینقدر گریان میکند که تو فکر میکنی که بسیار این موردی لطکوب قرار گرفته. اخیرا که پرسان میکنی، بسیار عادی و معمولی بریزی آسیب رسیده. علتش چیست؟ علتش ایست که اطفال عاجز هستند. عاجزشان تقاضا میکند که باید زیاد داد و فغان بکنند. کمزوریشان ایجاب میکند که باید زیاد شکوه کنند تا مردم به دادشان برسد. و خلق الانسان ضعیفا، خود نفس انسان هم کمزور آفریده شده. وقتی که به انسان آسیب میرسد، مانند طفل که طفل زیاد سر صدا می کند، انسان هم زیاد می خواهد قلبش که سر صدا بکند، می خواهد گلاگویی بکند، می خواهد شکوه بکند. اگر دیده باشن بعضی از دوستان که کسی از اقاربش فوت می کند، چتیاد می گد، بخی حواس از دست می دهد، حرفای توبالا میگد، حرفای نادرست میگد. ای را شما بدانین که مقتضای خلقت انسان است. یعنی انسان ضعیف آفریده شده، کمزور آفریده شده. و خلق الانسان ضعیف، خداوند خودش مهربانی میکنن که انسان کمزور آفریده شده. طفلک بنابر کمزوریش به تکلیف بسیار کم سر صدای زیاد میکند، همین قسم انسان به تکلیف بسیار کم سر صدای زیاد دلش میخواهد بکند. حالا پروردگار به ما شما درس داده که من میدانم که شما ضعیف آفریده شدین، من میدانم برداشت شما خیلی ها کم است. قسمی که الله در ارتباط کفار میفرمایند که وقتی که به اینها آسیب میرسد، از دربار خدا ناامید میشوند. امین ناامید شدن از دربار خدا علت ضعف یک انسان است. باید انسان ناامید نشود. وقتی که الله میفرماید که من به اینها نعمتهای خدا سرازیر میکنم، مرا فراموش میکنن. از یک طرف عجز اونها تقاضاش ایست که وقتی که دستشان گرفته شود، باید همیشه خدایشان را یاد کنن، همیشه سپاسگزار باشن. اما با اظهار تأسف که از یک طرف وقتی که مشکل برشان میرسد ناامید میشن از پروردگارشان، و از طرف دیگر وقتی که دستی از اینها را من میگیرم کمکشان میکنم، مرا فراموش میکند. انسانها چی مسلمان چی کافر، همه تشکلش واحد است. یعنی همش یک تشکلی واحد دارن، چرا که اولاد یک آدم علی نبینا علیه الصلاة و السلام است. پس وقتی که انسان ضعیف آفریده شده، در برابر این مصیبت ها مقاومتش کم است.
حالا پروردگار به ما شما درس داده که شما ضعیف هستین، کمزور هستین، اما یک کار بکنین، استعینوا بالصبر والصلاة. وقتی که مصیبت اذیتتان کرد از صبر کمک بگیرین. وقتی حوادث دنیا تهدیدتان کرد از صبر کمک بگیرین. وقتی واقعیات ها و قضایای دنیا تهدید کرد شما را به صبر و به نماز روی بیارین. حالا صبر ترجمه میکنم که شما بدانین که صبر یعنی چی. صبر عمل کردن به مخالف مقتضای خواست انسان. ما حضورتان عرض کردم که وقتی که عذاب بالای یک بنده بیاید، این بنده غیر اختیاری صدا میکشد، فریاد میزند، صدای خود بلند میکند، از مردم کمک میخواهد، از مردم یاری میخواهد و در بعضی اوقات شکوه میکند، حتی از خدای یکتا شکوه میکند. بسیاری مردم است که در مصیبت تحمل کرده نمیتوانند، خود کنترل کرده نمیتوانند، از خدای یکتا شکوه میکنند. این اینجاست که خدای یکتا میفرماید که استعینوا بالصبر. وقتی که مصیبت را فرا گرفت، قلبت میگه جیغ بکش، قلبت میگه صدا بکش، قلبت میگه صدای تا بلند کو، قلبت میگه به امسایم بگو، به خیشم بگو، به اقاربم بگو، به نفر بیگانه هم قصه کو و از خدای یکتا نعوذ بالله شکوه کن که چرا این کار شد. نفس اینمی حرفا را میگد. اما قرآن چی میگد؟ استعینوا بالصبر. تو همه امی کارها را کنار بگذار، خاموشی را انتخاب کن. نفست میگه جیغ بکش، تو صدایت نکشی. نفست میگه که به امسایه گلگویی کن که من امشب گرسنه بودم، تو چطور را آرام خوابیدی؟ اما تو چی کار کردی؟ اما تو بنابر دستور قرآن کریم صدای خود نکشیدی. امسایه پرساند که چی حال داری؟ گفتی الحمدلله، خدا را سپاسگزار هستیم، شکر خوب هستم. مصیبت تو را فرا گرفت، امسایه آمدن به پرسان تو، تو ایوازی که سرصدا کنی، ایوازی که گریان کنی، ایوازی که شکوه کنی. همسایه گفتن چطورت؟ گفتی چیزی که رضای خدا است، ما تسلیمی رضای خدا هستیم، به هر عمل خدا راضی هستیم. امکانات مادیت خیلی کم است، در خانه پریشان هستی، در خانه مصارف روزگار نداری، اما نفست میگه که برو پیش فلان حاجی صاحب، شاید کمکت بکند. نفست میگه برو پیش فلان تجار صاحب، شاید هم یک چیز برای تو بدهد. اما تو چی میکنی؟ تو نه پیش یاجی صاحب میروی، نه پیش قماندان صاحب میروی، نه پیش تجار میروی، تنه به تقدیر میکنی، به خدا یکتا خطاب میکنی که یا الله، تو خود مرا آفریدی، امی روز خود تو به ما آوردی، به امی حالت فعلی که آوردی شکر است. هیچ جای نمیری و سر صدا نمیکنی و برای کس قصه نمیکنی. شب بدون غذا سپری کرده، صبح بیرون میشه در کوچه و بازار، از تو مردم پرسان میکند که چی حال داری، روز روزگار چطور است؟ میگه والا شکر خوب است، الحمدلله بسیار خوب است. ورنه شب غذا نخورده، همین حالا تاوانی را رفتن هم درست نداری، اما به امسایت گفتی که شکر است، هزار بار شکر، کاملا راحت هستم. این میره میگن صبر. صبر انشالله فهمیدین. این میره صبر میگن. خلاف خواست نفس عمل کردن را صبر میگن. مثلا
در تمام ابعاد زندگیتون میتونین مثال ارائه کنین. شیطان شما را وادار به این ساخت که شما فحشا را انجام بدهین و زمینه فحشا هم مساعد شد و کدام موانی هم در سری را نبود، نه کدام ترس بود نه کدام خوف بود، کاملا اسباب فحشا اسباب زنا به تو مهیا شد. وقتی که به طرف قلبت نظر کردی، قلبت هم گفت چه بخ بخ، چه بهتر، این بسیار یک عمل درست است، یک عمل خوبی هست. یک لحظه خوش سپری کردن دنیای زندگی است. وقتی که تو امکانات ظاهری را دیدی هم برابر، نفس پرسان کردی، نفسم گفت بسیار گپی خوب، اما تو چی کار کردی؟ تو همه ازیر زیر پای کردی، تو گفتی که امکاناتش برابر است، خو انجام نمیدهم. نفس گفت که بسیار لذیذ و بسیار خوشایند است، تو پای گذاشتی بالای نفست، نفسم زیر پای کردی، اسباب و تمام ضرورتی که بود و امکاناتی که بود همش در نظر نگرفتی و ترس خدایت در نظر گرفتی، گفتی من نمی کنم این کار. این میره میگن صبر. تو واقعیت که به صبر عمل کردی، نفست گفت انجام بده، اسباب ظاهریش هم مساعد بود، اما تو در اینجا به مخالف مقتضای قلب و نفست عمل کردی. مال مردم در جای افتاده بود که کدام محافظ نداشت، موانی رم ایجاد نشده بود، کاملا راحت میتونستی کوره بگیری و نفستم برات گفت که آه بسیار خوب است، پول و ثروت زندگیست در دنیا، ای پول و ثروتی که افتاده ای را بگیر، ای کارت میرود. اما تو چی کردی؟ تو برای نفس گفتی که نه نه، گرچه خوشایند است و هیچ مشکلاتی را موجود ندارد، کدام موانی را در صد را نیست، من میتونم راحت ثروت مردم را بگیرم در جیب خود بزنم، اما تو ترس خدایت را در قلبت جا دادی و گفتی که ما این کار انجام نمیدهم. اینمی صبر است، اینمی صبر است. صبر انشالله که فهمیدین، صبر ترجمهش اینمی است که عمل کردن برخلاف نفس، اینمی ترجمه صبر است. در تمام کارهای دنیا که ما را در چا می اندازد، ما را تباه می سازد، نفس ما می سازد. مردم که رشوت می گیرد، اینها را کی وادار می سازد؟ اینها را نفسایشان وادار می سازد. مردم زنا می کنند، اینها را کی وادار می سازد؟ این مردم را نفسهایشان وادار می سازد. مسلمان کسی است که در همچون مواردی که امر خدا زیر پای می شود، یعنی مخالف مقتضای امر خدا عمل می شود، در اینجا انسان خود را کنترل کند، به پیش گام نبردارد. پس اینمی را صبر می گن. من حضورتان عرض کردم که رسول الله علیه السلام دو رکعت نماز حاجت سنت خود گردانیده، در موقع ضرورت دو رکعت نماز بخوان، اون هم بر اساس قرآن، چه خدای یکتا برش گفته که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اینالی نماز ترجمه میکنم، صبر خو کاملا دانستین که عمل کردن برخلاف نفس صبر میگن. نماز برتان ترجمه میکنم. نماز یک عمل مخصوصی هست که معنای صبر در نماز داخل است. معنای صبر در نماز چی است؟ داخل است. چرا؟
صبر معناش ای بود که مخالف نفس عملی را انجام بده. خو نماز خودش مخالف نفس است. نفس میگیم میرو موضوع میکنم، میایم اینجا استاد میشم، نماز میخوانم. نفس میگه که تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ این خواب شیرین است ای که تو چی یک مزه دارد؟ خصوصا خواب صبحی، خواب صبح چقدر لذت دارد؟ تو خواب ریها میکنی، میروی وضو میکنی، میای نماز میخوانی، یعنی عمل مخصوص انجام میدهی. نفس به تو میگه که تو چی میکنی؟ خدا به زحمت میسازی، موسم سردی رسه ای که آب سرد، موسم سرد، امکانات آب گرم نیست، و این خواب از دیگه طرف چقدر لذیذ بخش و شیرین، تو چرا ریها میکنی؟ مگر تو چی میکنی؟ تو بالای نفس پای میگذاری، نفس کنترل میکنی، میخیزی. نفس میگه تو بخواب، تو میگی نه 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 نه، من بلند میشم. تو بلند شدی، مخالفی خواست نفست کار کردی. اینجا معنای صبر در نماز داخل شد. اما ویژگی نماز حضورتان بیان کنم که نماز اعمالی دارد که باز از صبر برتر است. نماز قیام است، خود قیام استادن به حضور خدای یکتا. در نماز قرآن تلاوت می شود، قرآن کتاب خدا. در نماز ذکر صورت می گیرد. قیامش یک نوع احترام است که انسان در حضور پروردگارش می ایستد. بعد از قیام که رکوع است، رکوع یعنی خود خم کردن به دربار الله. این دیگر اعمالی صالحه و دیگر عزت است و احترام است به خدای یکتا. بعد از رکوع پیشانیت را در زمین میگذاری، این دیگر احترام نهایی پروردگار است که خدایا تو اینقدر عظیم هستی، خدایا تو اینقدر بزرگ هستی، من پیشانی خود در زمین میگذارم بر رضای تو. بناً قرآن چه میگد؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، که رسول الله علیه السلام از جمله ازی و الصلاة امو نماز جا گرفته که هم صبر در نماز داخل است، هم حرکات ویژه برای تعظیم خدا در نماز داخل است. بناً پروردگار اینجا درس داد که در مصیبت از خدایتان به صبر و به نماز کمک بخواهین. رسول الله علیه السلام دو رکعت نماز در موقع ضرورت به پروردگارش میخواند، بعد از او دستایش بلند میکرد، باز از پروردگارش میخواست. برادران و خواهران گرامی، هرگاه میخواهین که دعایتان مستجاب بگردد، میخواهین دعایتان قبول بگردد، پس چی بهتر که به دربار پروردگارتان دو رکعت نماز بخوانین، بعد از او دستایتان بلند کنین و بخواهین از پروردگارتان. این بود راجع به پیامی که نوشته شده بود که نماز حاجت چی وقت خوانده می شود. در وقتی ضرورت خوانده می شود، در وقتی مصیبت، در وقتی مشکلات، ایتو مشکلاتی که مثلا مریض استی شفا را خدا می دهد، دمی وقت در رکعت نماز بخوان، دستای تا بلند کن، پروردگارت شفا بخواه. برادران و خواهران گرامی، سپاسگزار هستم که تا حال در برنامه با ما بودین. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون.